خب دوستان عزیز، امروز یک سیب زمینی تنوری فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطر و مرغی که با سس تمر هندی درستش کردیم و کبابیش کردیم، مطمئنم که اینو در مزه درست میکنین، لذتشو میبریم. بریم که داشته باشیم طرز تهیه این غذای فوق‌العاده خوشمزه را. اول بریم سراغ کتف‌های مرغمون. باید بوزدایی بشه و خیالمون راحت بشه که مرغ خوشمزه و آبداری میشه. حدود 1/4 لیوان سرکه سفید و 1 قاشق غذاخوری نمک، آب سدر اضافه میکنیم. مرغ را با این مایه و نمک مخلوط میکنیم. میذاریم حدود 1 ساعت تا 2 ساعت استراحت کنید. واسه این خوراک مخصوص میتونه شما حتی یک شبانه روز هم استراحت بدین به مرغ در این محلول آب و سرکه و نمک. تمر هندی. تمر هندی یک چاشنی خوشمزه و باب مهل زاغه ایرانیه. تمر هندی رو باز میکنیم، داخل آب جوش نرم میکنیم و از صافرت میکنیم که یک محلول غلیظ صاف و خوشمزه بهمون بده. طعم ترش و باحال تمر هندی میتونه یه سس عالی و فوق العاده واسه این جوجه های تنوری باحال بهمون بده. شما دوستان عزیز تا حالا چه مدل غذایی با تمر هندی درست کردین و لذتشو بردید؟ لطفاً توی کامنت ها بهم بگین. میبینید عزیزان مرغ هامون رنگش روشن تر شده. خیالتون راحت باشه که هر چی مواد هورمونی و آنتی بیوتیک به مرغ تزریق شده باشه، در این روش حدوداً از مرغ ها خارج میشه. دوستان واسه یه تمر هندی جذاب را میریزیم روی جوجه ها. حدود 1/4 لیوان کنجد سفید بوداده شده داریم. 3-4 حبه سیر تازه را له میکنیم روی مواد و حدود 1 قاشق غذاخوری عسل تازه طبیعی. الهی که هر روزتون شیرین و شاد باشه دوستان. یک مقداری رزماری خشک اضافه میکنیم. میتونی از رزماری تازه هم استفاده کنید و یک کمی هم ترخون بهش میزنیم که یه عطر رویایی و خاطر برانگیز بهمون بده. سویا سس بهش اضافه میکنیم و من اینجا حدود 2-3 قاشق سویا سس اضافه کردم که بستگی به غلظت و نوع سویا سسی داره که استفاده میکنیم. آبیشن نرم هم یک رفیق عالی واسه یه همه جوجه هاست. پول بیبر ترکی هم اضافه میکنیم که یک بالانس ایدئال و جالب برسیم از تندی، شوری، شیرینی و ترشی. عزیزان روغن زیتون بودار هم واسه یه عطر بهتر و عالی تر و کاور به کتفای مرغمون اضافه میکنیم که جوجه همون خوشمزه بشه و هنگام پخت نسوزه. هم میزنیم و مواد را مخلوط میکنیم. حدود 1 ساعت در دمای خارج از یخچال بهش اجازه میدیم که اون مارینت و مزه سازی ما به صورت کامل واسه یه جوجه همون اتفاق بیفته. صبر ندارم ببینم این سس خوشمزه روی این جوجه های تنوری باحال چه شکل و شمایل خوشگلی پیدا میکنه و چه سس عالی میشه کنار این جوجه ها بذاریم. سیب زمینی های تازه و قشنگمون را حسابی شستیم. حالا با یک پارچه یا اسکاچ پوست روی اون را حسابی پاک میکنیم، همه گلالای از روش خارج بشه. این پوست روش خوشمزه است، نیازش داریم بنده خدا را. به این شکل خیلی ساده و متعالی سیب زمینی ها را برش میزنیم، میریزیم داخل قابلمه، با آب و نمک اجازه میدیم بپزه تا حد و حدود های مغز پخت شدن به پختش ادامه میدیم. مواظب باشید خمیر نشه تا بعد بریم داخل ماهیتابه و یک مزه سازه رویایی را داشته باشیم واسه این سیب زمینی ها. این جوجه های خوشمزمون را میریزیم داخل یک ظرف که از قبل چربش کردیم و میذاریم داخل فر دمای 180 درجه حدود نیم ساعت کافیه. بستگی به اون ضخامت کتف های مرغ داره و دمای فر و توانایی های فرتون که باید چک کنید ببینید که مغز پخت شده جوجه ها یا خیر. سیب زمینی همون رو باید حسابی سرخش کنیم که ترد و طلایی یا دلنشین بشه. واسه این خوراک خوشمزمون یک گرچین سبزیجات داریم، گوجه، پیاز، خیارشور، ریحون تازه و سس تارتار هم من درست کردم. به به، ترکیب این سبزیجات با این غذا فوق‌العاده عالیه. سیب زمینی هامون را با سس خردل، پودر سیر و فلفل حسابی تفت میدیم که از این مزه سازه نهایی حسابی لذت ببرن و ترد و خوشمزه و طلایی بشن. ممنون از همراهی پر لطف و محبت همه شما عزیزان. اگر از این ویدیو لذت بردین ممنون میشم اون را لایک کنید و سپاسگزارم از شما که از ما حمایت میکنید، سابسکرایب میکنید و لطفاً اون علامت زنگوله هم یادتون نره. من همیشه همراهتون هستم. کل قرار با هم توی دنیای غذاهای خوشمزه تجربیات خاص و خوشمزه و دلنشینی داشته باشیم. سپاس از همراهی شما. در پناه خدا همیشه شاد و پیروز باشین. مواظب حال دلتون باشین.